خب بریم که دیگه کم کم رنگگذاری اصلی رو انجام بدیم. یه زیرسازی کردیم، یه رنگگذاری انجام دادیم، اسکیچ زدیم، مشخص شد، رنگای کلی رو هم گذاشتیم، جاش مشخص شد، ولی الان در واقع رنگای اصلی رو داریم روی بوم جاگذاری میکنیم. پس با پالت و خیلی سرعتی، یعنی چون گفتم ریتاردر زدیم، الان اسپری آف زدم، ولی دوست دارم که خیلی سرعتی پیش برم که تا این رنگا خوش نشه و مجبور نشیم که دوباره رنگ بسازیم. با کاردک رنگ گذاریم رو شروع میکنم برای این قسمت های سفید. دلیلش هم همین تکسچر کارمونه، یعنی میخوام چون بافتار بشه کارم، با همین کاردک هم انجام میدم، دیگه نمیرم سراغ قلم و اینا. با همون روشی که توی آسترسازی داشتم جسو میزدم، با همون تکنیک دارم در واقع پیش میرم. خیلی بافتای جالب اینجا ایجاد میشه، به اینه باید خیلی تمرکز کنی. به نظرم قشنگه، وقتی که قشنگه بذاریم باشه، بذاریم بمونه، حذفش نکنیم. به این قسمت های بالایی خب الان میخوام که کاردکمو بذارم تو آب، کاردکمو تمیز کنم، از رنگای اضافیشو پاک کنم و بریم سراغ این قسمت. طلایی های این قسمت رو بزنیم. داره میریزه از این پالت، اونقدر زیاد درست کردم. خب اشکالی نداره، از اون قسمت های تیره شروع کنیم بیشتر، اون قسمت های روشنش. بچه یه چیزی که هست اینه که توی اکریلیک ما دقیقا مثل رنگ روغن، ما میام اول رنگ های تیره رو اضافه میکنیم و بعد روش رنگ های روشن روشنتر رو میذاریم. خاطر همینه من پس این قسمت ها سعی میکنم که این قسمت های تیره رو بهش اضافه کنم. و این بعض وقتی یه بافتای قشنگ ایجاد میشه، اگه فکر کنیم قشنگه بذاریم بمونه و حرکت های اینجوری آزادی داشته باشیم، میدونیم؟ یا با قلم، حالا یا با کاردک. اینا خیلی جذاب، این حرکت های آزاد، دست آزاد، راحت، میبینیم؟ به این صورت. و بقیه رنگم هم هرچی مونده همینجا اضافه میکنم. هرچقدر میتونیم زیرسازی رو بیشتر تیره کنیم که بعدش که میان رنگای روشن رو روش بذاریم، که همین الان بعد این مرحله رنگای روشن و دیتیلا و تمام. این چخوش رو نشون داد الان، خیلی خوب شد به نظر. میتونیم از این رنگ های طلایی که اینجا مونده بود، طلایی روشن، همون اول کار بهتون نشون دادم رو پاله، قسمت های روشن هم بزنم تا این هم خشک نشده استفاده کنیم از این رنگ ها. پس سرعت عمل من در واقع بیشتر به خاطر زود خوش شدن اکریلیکه. شما هم سعی کنید سرعت عمل داشته باشید، هم کارتون جذاب‌تر میشه،
چون با جسارت بیشتریه، هم اتفاقای جالبی میفته، چون بعضی چیزا تصادفی، شاید اصلا تو مدل اونجوری نباشه، ولی شما انجام میدیم ای چقدر خوشگل شد. خب وقت قشنگه، خب چرا میخوایم این مدل بشون رو خرابش کنیم؟ اگه فکر کنیم بافت قشنگه، با جسارت اون خط رو زدی، با جسارت اون قسمت رو به صورت یک سطح دیدی، کارش نداشته باشه، بذار باشه، خیلی هم عالیه، قرار نیست این کپی باشه. اینا رو شما کار میکنید که بعداً خلاقیت خودتون رو داشته باشین و خودتون اصلا اینجوری، یعنی این به شما این کار در واقع کپی از این کار تکنیکی یاد میده که بعداً با خلاقیت خودتون تابلوی بی‌نظیری بکشین. یعنی اصلا فقط هر بگم واو. پس شما اینجا فقط تکنیک یاد میگیرین، هیچ وقت سعی نکنین که عین خود کار کنین، سعی کنین اصلا شما قانون ها رو بشکنین، یه چیزایی از خودتون اضافه کنین، هر رنگی دوست دارین، هر کاری دوست دارین انجام بدین. مهم فرم دیدن، رعایت کردن اون تکنیک، رعایت کردن اون جسارت، اون خطا، و ما بقیه دیگه هیچ مشکلی نیست. یکم این برانور اون کمالگرایی رو نداشته باشین، به خودتون سخت نگیرین که کارتون خیلی خیلی عالی و جذاب بشه. من یعنی رنگا رو میخوام بکشم به سمت پایین، رنگ کلی از اینجا بردارم اینجوری، قلم بعضی جا هم با قلم بعضی جا با کاردک باید از هر چی میاد استفاده کنم. رنگ برنزی نام تموم شد، اضافه کنیم. خورده برونسیانه قرمز تری نسبت به این یکی، میبینی؟ خورده آجوری تره. توی این نوشته که آره رد اکسیده، ولی برونسیانه هست در واقع، فقط خورده ردش بیشتره، این ولی خالیه این نسبت به قبلی. تفاوت رنگش هم همینجا میبینین. حالا اگه بخواین خورده این قبلی بشه، میتونین بهش را آمبر اضافه کنین که از این حالت قرمزش کاسته بشه، یا به خود رامبر هم اگه قرمز اضافه میکردیم باز همین حالت میشه. یا اگه مقدار نسبت قرمز به سیاه هم خیلی زیاد بود، یه خورده توش نارنجی و زرد داشت، من برونسیانا رو به اون میداد. یعنی در واقع همه چی از سرنگ اصلیه دیگه. من به شما پیشنهاد میکنم اگه میخواین رنگ شناسون خیلی حرفه‌ای بشه، از سرنگ اصلی زردابی قرمز سعی کنید که یه رنگ سیاه در بیاییم. اونقدر شما قوی میشین که نگم براتون، اصلا یه چیز بی نظیر، یه چیز فوق‌العاده. پس سعی کنید از رنگ اصلی رنگ مشکی رو در بیاییم، از زرد آبی قرمز. خیلی خوب میشه، پیشنهادم به شماست. خب من اینا رو قاطی کنم، پاک کنم، اینا بذارم توی آب، بریم سراغ سبزا تا اینا هم خوش نشدن. اینا چیز کن، این قسمت رو بزنم، این قسمت رو بزنم بعد. میخوام برم برونسیانا منو صدا میکنه، میگه نرو بیا پیش من. هنوز باید کار دارم. خب این هم از این، بریم سراغ سبزا. این قسمتش تیره است، من میام این قسمت رو تیره ترش میکنم. خب خوبه؟ دوست داری؟ آها ببین، به صورت این فرم خیلی مهمه. شما اگه بتونی فرم ببینی، تشنه یه نیم دایره، یعنی حرکت کاردک مثل یه نیم دایره، این باعث میشه که خب رنگاتون خیلی جذاب میشینه رو بوم. پس نحویه کاردک زدن یا با قلم کار کردن خیلی مهمه، یعنی این فرمی که ما به دست میدیم موقع رنگ‌گذاری روی بوم. بریم یکم روشن‌ترش رو اینجا پیاده کنیم و رنگ‌های وسط که در واقع با آبیه. یه اتفاقایی بینید، یه لکه‌های اینجا به وجود میاد، من اونا اصلا از بین نمیبرم، بیشتر استفاده میکنم. کم
هرچی دیگه مشکی مونده بود اینجا، اونی که ترکیب مشکی یعنی بیشتری داشت، اینجا پیاده میکنم، میام به سمت پایین. تقریبا میشه گفت همه رنگا رو ما تموم کردیم. دوباره باید رنگ بسازم. پس شما از این مقداری که من استفاده کردم بیشتر استفاده کنید. تابلو من اندازه 170 بود دیگه، حالا نسبت به اون در نظر بگیرید. این بومی که من استفاده میکنم ابعاد 170 نسبت به اون بیشتر باید درست کرد. خب اینجا مقداری من سیاه دارم، پس ازش کمک میگیرم، میام از این براش خشکم که همون اول کار طرحمونم باش زدیم ازش استفاده میکنم و این قسمت رو که یه خط کاملا مشخصیه به این صورت خطوط مشخص رو بیشترش میکنم، قسمتش سیاه. خب و میام به سمت پایین تا اینجا هم یه حرکتی هست اینجا، گاهی که اینجا شکم در برده ولی باز رفته تو به این شکل. این فرمم که اینجا میبینم اینم پیاده میکنم، دوباره از رنگم برمیدارم و میرم پایین. برای قسمت هایی که تقریبا میشه گفت خطا و فرم های ظریف تری دارن، من میام از قلموی سرگرد استفاده میکنم. قلموی سرگرد باعث میشن که ما خطای ظریف تری داشته باشیم تا سرتخت. قلموی قبلی سرتخت بودم، بازم همونجور نگه میدارم، یعنی اینجوری باز نداریم. این هی زوزو تکرار میکنم که حواستون باشه. به این شکل میبینید شروع میکنیم، خیلی خیلی ظریف. اگه بعضی قسمت ها بیشتر، بعضی قسمت ها کمتر. خورده شب با قهوه ای هم قاطیش کنم، ببریمش به سمت بالا. یا حالت خوش در خوش به کار میدیم، انگار که حالت خوش در خوش. خیلی رها، این خطا باید یک بار اتفاق بیفته و خیلی آزاد و رها، و الا اون حالتی که ما میخواییم رو بهمون نمیدن. یا با مشکی به این صورت به سمت بالا، همچه فرمایی ما اینجا ایجاد میکنیم. اگر خوب نشد میتونی دوباره از این رنگ زیری دوباره بزنی روش و دوباره پیاده کنی اینا رو. دقت میکنی که کم کم داره جزئیات کار بیشتر میشه. این قسمت حالا بیشتر کار کردیم و بریم سیاهی های این بخشم بزنیم و ببینیم که دیگه چی پیش میاد. کنترل قلم های گرد خیلی خیلی راحت تره به نسبت قلم های تخت. کنترلش رو براتون خیلی راحت تر باشه. داشت می افتد. ولی موقعی کار کردن خدایی یه چیزی پهن کنی یا یه کار کنی که حواستون جمع نشه، ای با اینجا کثیف شد، یا مثلا لباستون، یا مثلا دستتون، یا مثلا یه جای، چون که تمرکزتون بره روی این که من الان اینجا کثیف شد، اون الان فلان شد، یه کار خراب میشه. تمرکز از اون بر رو کارتون باشه، خیلی ریلکس راحت کار کنید. فکرمون اینجا نباشه که اون چی شد، این الان کثیف شد، این الان اینجوری شد. به حواستون به قلم ها باشه، بازم تاکید میکنم بذاریش تو تو. چون این کارم ممکنه که قلم ها خوش بشه و دیگه به اون حالت اولیه برنگرد. خب یکمی هم از این رنگ
یه بکرمو برداریم و از رنگ پروسینا شاید یه جاهایی بخواین که رنگ باشه یک کوچولو آب بزنین، قلمتون در واقع کار کنه روی بوم. یه خیلی حس کن خوش شد، یا ریتاردر که اینجا بود، یا یک کوچولو آب از رنگ مشکی هم دوباره این قسمت ها اضافه کنیم. حالا موند این رنگ رو دوباره اضافه کنیم، این دوتا رنگ رو درست کنیم، بریم دوباره ادامه شد. همین الان بهتره که من اینا رو تمیز کنم، کاردکم اول تمیز کنم. رنگ سفید زیادی هم اونجا هست، فکر کنم راحت میتونم با همین مشکی هم که اینجا به همین اضافه کنم، به همین رنگ سفیدم و دوباره مثل قبل فقط اوکش ندارم، سیاه کم بودی کچولی هم اضافه کنم. بیاریم اینجا بذاریم این سر سوزن و این که رنگ اوکره. این ترکیبی از رنگ های گرم و سرد، یه رنگ استخوانی انگار، نه؟ بیشتر به این زمین این رنگی هم بگو داریم رنگ استخوانی میسازیم. مطمئن باشیم که میدونی سری چون خوش شده این سبزه این قسمت رو بر نمیده خوشبختن، و الا اگه سبز میومد که بیچاره میشه که بیا با درستش کن. خب به نظرم خوبه، حالی حتی به نظرم دیگه بردارم تو دستم این پالیتو که دیگه راحت باشم، چون این قسمت ها سخته، هی برم بردارم بیام نمیشه. همینجوری اینجا خوبه نه؟ خیلی حس خوبی داره ها، خدایی حتما امتحان کنی و نشین ویدیو رو ببینی کار نکنینم. میزه بافتا اینجوری الان ایجاد شد اینجا، من به این دیگه دست نمیزنم. این قشنگ وقتی میشه چه باید چیزش کرد، خرابش کرد. نه ببینی حالا یه جاهایی هم از زیر جسو بافت ایجاد کرده. اگه هم که دیگه خیلی علاقه داریم به تکسچر که گفتم از خمیر تکسچر میتونی استفاده کنیم، ولی تو این تابلو نیازی نیست. اگه بخوایم به صرفه تر باشه یا مثلا حالا دیگه خیلی برجسته علاقه داریم میتونیم این کار هم انجام بدیم. خیلی دقت کنیم به اینکه چجوری کار دکنیم، بیدیم کجاها میکشم پایین، کجاها اینجوریه، کجاها اینجوریه. یعنی به این حرکت هم که مثل اینجا که فرما رو دقت کردیم، باز داریم کلی میبینیم که اینجوری اسکوید. خب نگاه میکنیم کلی از دو، حتی یه چند قدم میتونیم بریم عقبتر دوباره تابلو رو نگاه کنیم. خیلی خوبه، حتی فکر میکنیم که اگه نمیتون تشخیص بدیم بریم یه دور بزنیم، یه چایی بخوریم، چه میدونم قهوه بخوریم، میتونیم عکس بگیریم. برای اینکه اشکالای کارتون رو بدونیم، مخصوصا برای طراحیشو حالا فرمشو اینا، میتونید عکس بگیریم، میتونید بذارید جلوی آینه، میتونید برعکس کنین، تابلو بذارید رو زمین برعکسشو نگاه کنین. حسابی دستتون میاد دیگه، عالی میشه.
بازم رنگمون تموم شد. برای اون قسمت باز بالایی مون، قسمت پایینی هم حالا باز جای کارده. بازم درست میکنم چیکنه، بذاریم همینجور بمونه و یکم دیگه رنگ درست کنیم. بذاریم اینجا دستانم پاک کنیم. دستانم نه بریم که رنگ سفید من باید کاردک تمیز برمیدارم که دوچار مشکل نشیم کم زیاد. و این از این رنگ سفید مایمهی برداشتم که غلظتش هم بیشتر. پولی کالر. اوکی اینم از این کم ریتاردر بهش اضافه کنیم و قرمزی که اینجا داشتیم اوکری که دیگه نداریم اوکری دوباره بعد اضافه کنیم. داشتم دنبالش میگشتم نیست اصلا نگرد مشکی ولی داریم. اینجا یک کوچولو هست از این هم اضافه کنیم. چقدر غلیظه این، چقدر خوبه. میبینی تفاوتشون رو؟ اصلا خیلی تفاوت داره، خیلی بهتر. نه این با یه کردک مشتیه اینچین درشت برداشتم صحابی یعنی دیگه این بار نمیخوام کم بیارم رنگ با. میبینی من تو حین کار واقعا نمیشه گفت دیگه، پیش میاد آدم میخواد بگه اینجا مشکی داشتیم یکم اضافه کردیم. اینقدر اوکر کافیه یا نه؟ اوکرم رو دوباره بیشتر کنم چون خیلی کم بودم و کلش کافی. سفیدم خیلی زیاد. خب دیگه فکر کنم حسابی قاطی شد. نه تا اونجایی که چیز میکنیم که دیگه وقتی این میزنیم میبینیم که دیگه رنگی نمیاد. تقریبا میشه گفتش که اوکیه. خب بریم رو برام روی از روی پالت روی بوم یه جایی قرمز زیادی هست این میاد. جاست نمیدونم و برطرفش که خواب مکه شد به این شکل. بعدم کارنک هم عوض کنم، یه رنگی داره هرکش فکر کنیم که رنگ نمیریم چونیم با قلم بودیم. قلم رو فکر کنم خیلی زرد داره، بهتره که از این قلم استفاده کنیم. خیلی زیاد بودم مخصوصا گوشه های کار رو اگه دوست داریم تمیز باشه آقا حسابی با قلم رو میفیم کنیم. کاردک
نمیره، راه نداره با اینا. یه جاهایشو ریتاردری که اینجا هستن استفاده میکنم. حالا خطایی که مثلا فکر کنین از بین میره اشکالی نداره، حتی میتونین از جا حتی بیان یه جوری که اینا اگه کل افتن فکر کنین ببینین اینجا بیان از کنار اینا رو خطوط و نازک و ظریف کنین. این هم یه روشی که من خیلی دوست دارم و استفاده میکنم، به نظرم خیلی میتونه راه گشا باشه. آره از این تیکه های این شکلی هیچ کدوم از این قسمت ها دیگه سفید نمیمونه. همهشون تقریبا یه رنگ خوبی دارن. فعلا اینجا درست آبی سرولینا میخوام بیام، ولی این قسمت هم از سفید در بیاریم و بریم سراغ قسمت بعدی. اینجا هم یکم سفید مونده از من استفاده کنیم. دوباره قسمت گوشهاش رو بزنم، بریم سراغ کاردک. جاهایی که کاردک کار نمیکنه و روون نیست اون جاها مشخص شد. میبینیم دوباره سراغ کاردک. اوکی خب کافیه، بریم سراغ کاردک.